آموزشی رو که امروز در خدمت شما هستیم آوردن یک تصویر به صورت عکس در محیط اتوکد هست که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. برای این منظور از منوی کرکره اینزرت وارد قسمت رستر ایمیج رفرنس میشیم. کافیه شما به مکانی برید که عکس شما در اونجا قرار داره، عکس رو انتخاب بکنید و با زدن دکمه اوپن عکس رو به محیط اتوکد فراخوانی بکنید. پنجره باز میشه به نام اتچ ایمیج. این اتچ ایمیج به ما کمک میکنه بتونیم عکس رو با یک تنظیمات اختصاصی وارد صفحه اتوکد بکنیم. اولین تنظیمات اسکیل هست. همونجور که میبینید پیشفرزش عدد 1 هست، یعنی همون سایزی که عکس در محیط‌های گرافیکی مثل فتوشاپ تولید شده. اگر شما بخواید این تنظیمات رو تغییر بدید میتونید بگید که عکس 2 برابر سایز موجود فراخوانی بشه. در قسمت روتیشن شما میتونید یک زاویه بدید و عکس رو با یک زاویه مشخص فراخوانی بکنید. و در قسمت اینزرشن پوینت شما میتونید یک مختصات حاوی ایکس و ایگرگ و زد اعمال بکنید و عکس دقیقاً در همون مختصات مورد نظر شما ایجاد بشه. ما اوکی میکنیم، یک کلیک وسط صفحه و عکس ایجاد میشه. اگر بخوایم از این عکس استفاده بکنیم، ابزارهای ترسیمیمون مثل موو این عکس رو برای ما جابجا میکنن، ابزارهای مثل کپی روی این کار میکنن و عکس حالا تبدیل به یک موضوع در اتوکد ما خواهد شد. ما اگر بخوایم ترسیماتی رو مثل این مدول رو روی عکس انجام بدیم میتونیم این کار رو انجام بدیم. من یک رنگ رو تغییر میدم، از رنگ شماره 1 استفاده میکنم و با استفاده از ابزارهای ترسیمی که بلدیم حالا میتونیم شروع بکنیم و یک عکس رو در محیط اتوکد ازش استفاده بکنیم. این میتونه کمک بکنه شما لوگوی شرکتتون رو وارد به محیط اتوکد بکنید. میتونید عکس های هوایی رو وارد محیط اتوکد بکنید و روی اونا خط کشی بکنید. میتونید عکس های مورد نظرتون از فضاهایی، مثلا میخواید یک بلوک تولید بکنید، موضوعش رو ندارید اما عکسش رو دارید، به این شکل میتونید فایل های اتوکد رو تولید بکنید که در پس زمینش از عکس استفاده شده. اگر شما روی این عکس کلیک بکنید به ریبون بالا هدایت میشید، ریبون ایمیج، که اینجا تنظیماتی برای شما در نظر گرفته شده. اولین تنظیمات که خودش فعالم هست نمایش عکس هست. ما اگر اینو خاموش بکنیم عکس نمایش داده نخواهد شد. تنظیماتی مثل نور، تنظیماتی مثل کنتراست میتونه کمک بکنه مقدار عکس شما، و تنظیماتی از میزان تابش نور در صفحه اتوکد که میزان شفافیت این عکس خواهد بود. اگر من مقدار نورش رو کمی کاهش بدم، کنتراستش رو هم افزایش بدم، میبینید که تفاوتش با عکس اورجینال اینه که این خطوط تیره رنگ حالا بهتر نمایش داده میشن و کمک میکنه که ما بتونیم ترسیمات بهتری رو هم انجام بدیم. از قسمت اکسترنال هم میتونیم خروجی عکس رو دوباره به فایل اتوکد تبدیل بکنیم.